با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید طبق معمول در سی دقیقه پیش روی با تازه ترین اخبار دریافتی از ایران منطقه و جهان نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم اخبار و عناوین برگزیده امشب افزایش تنشهای های دیپلماتیک میان ایران و عربستان با تازه ترین اظهار موضع سعود الفیصل نسبت به اظهارات علی خامنه ای هشدار دولت مردان آمریکایی از جمله جان کری به کنگره برای عدم مداخله در روند مذاکرات هسته‌ای اعلام نامزدی هیلاری کلینتون و تنشهای کلامی میان پاپ و واتیکان با کشور ترکیه سرفصل اهم عناوین و اخبار برگزیده امشب دوشنبه 24 فروردین در آن سوی خبر می باشد. همینک با شرح جزئیات اخبار نخواست رد درخواست ایران توسط عربستان. وزیر امور خارجه کشور عربستان سعودی درخواست ایران برای توقف حملات هوایی به خاک کشور یمن را رد کرد. و در مقابل از ایران خواسته در امور داخلی یمن حمایت نکند. So سعود الفیصل در نشستی خبری با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که به ریاض سفر کرده است می گفت ایران با چه توجیهی خواهان توقف عملیات ما در یمن است ما به یمن رفتیم تا به دولت مشروع این کشور کمک کنیم اختیار امور یمن دست ایران نیست عربستان سعودی ایران را به حمایت از شبه نظامیان شیعه حوسی متهم می کند که در ماه‌های گذشته در حال نبرد با دولت مرکزی بودند و کنترل بخش از این کشور را به دست گرفتند سعود الفیصل وزیر امور خارجه کشور پادشاهی عربستان سعودی همچنین می گفت ما با ایران در جنگ نیستیم امیدواریم ایران از فعالیت های جنایتکارانه حوسی ها حمایت نکند ایران برای توسعه و رشد یمن اقدامی انجام نداده است اما نقش این کشور در یمن به افزایش خشونت انجام میده است در سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه گفت قطعا بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد سایت دفتر آقای خامنه ای ویدئو و متن سخنان روز جمعه ایشان را در جمع تعدادی از مداهان با عنوان به سعودی ها هشدار میدهم منتشر کرده است روز شنبه همچنین آقای خامنه ای با مراجع عالی رتبه شیعه در شهر قم دیدار داشت بنابر گزارش خبرگزاری ها علی خامنه ای به دیدار آیت الله وحید خراسانی رفت و با او دیدار و گفتگو کرد آقای خامنه‌ای همچنین با آیت الله نوری همدانی، آیت الله صبحانی، شبیری و آیت الله مکارم شیرازی دیدار کرد. این دیدارها با مراجع پس از سخنان آقای خامنه‌ای علیه عربستان سعودی صورت گرفت. دخالت جمهوری اسلامی در یمن باعث حمله نظامی عربستان متحدانش به شورشیان زیدی وابسته به ایران شد. ادامه برنامه شامگاهی آن سوی خبر با دورخیز تازه منازعات هسته‌ای با تأکید روحانی بر ضرورت توافق لوزان حسن روحانی بار دیگر بر توافقهای به عمل آمده در لوزان تأکید کرده است آقای حسن روحانی رئیس جمهور گفته در این مذاکرات بر راه حلها تفاهم شده است و تا رسیدن به نتیجه نهایی راه بسیار سختی را پیش رو داریم که در این راه از نظرات رهبری قوا و مشاورانی که از ابتدای این راه کمک کردند استفاده می کنیم. حسن روحانی شامگاه یک شنبه در پنجمین نشست مشترک دولت و مجلس می گفت آنچه از روز اول به مذاکره کنندگان و به مردم گفتم این بود که باید به فکر بازی برد برد باشیم زیرا تلاش برای بازی برد باخت به نتیجه نخواهد رسید روحانی با اشاره به مشورت منظم و همکاری سران قوا و شورای عالی امنیت ملی در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای می گفت از رهبر صمیمانه تشکر می کنم. زیرا هر وقت و هر جلسه ای که خواستیم ایشان دریغ نکرده و رهنمودهای خود را نیز ارائه فرمود آقای روحانی با تاکید بر اینکه رضایت مردم معیاری برای درستی کار دولت و مجلس می باشد می افزود، هر وقت لبخند مردم را دیدیم متوجه می شویم که موفق هستیم اما هر وقت که ناراحتی مردم را دیدیم باید بدانیم که مشکل داریم این سخنان آقای روحانی در حالی بیان شده است که آقای خامنه ای عملا خوشحالی مردم از توافق اتمی رو بیمورد دانست. همچنین آقای روحانی گفته بود سال 93 را که سال سختی بود با نفت بشکه بالای 100 دلار آغاز کردیم و با قیمت حدود 50 دلار برای هر بشکه به پایان بردیم در حالی که امسال از ابتدا کار را با نفت حدود 50 دلار آغاز کرده ایم و نمیدانیم تا پایان سال نیز چه وضعیتی بر بازار نفت حاکم خواهد بود در این میان ورق میزنیم برخی از روزنامه های منتشره در تهران را روزنامه های امروز در واقع در این راستا به تحلیل و تفسیر روند مذاکرات لوزان پرداخته بودند از جمله روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان ضرورت حفاظت از دستاوردهای لوزان از مردان مذاکره ای به عنوان سپاهیان پاسدار دیپلماسی یاد می‌کرد و می‌نوشت اکنون باید از این اشتیاق و فرصت به وجود آمده حراست کرد و همان گونه که سرداران سپاه دیپلماسی توانستند با اقتدار آنچه را تاکنون قدرت های پنج به علاوه یک حاضر به اقرار آن نبودند به تفاهم مبدل کنند در داخل نیز این پدیده نوظهور را باید به یک تفاهم بزرگ ملی با تمام طرف های سیاسی اجتماعی کشور تبدیل کرد که با ادبیات نظامی از مردان مذاکره یاد میکرد که البته همان گونه که بیشینه بینندگان عزیز مستحضرند پیشتر نیز از واجه های جهاد دیپلماتیک و یا میدان نبرد دیپلماسی از سوی عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی یاد شده بود در ادامه واکنش های هسته ای تازه ترین اظهار موضع صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر وجود اختلاف میان ایران و آمریکا را میخوانیم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یک شنبه با از آن به وجود اختلاف ایران و آمریکا در خصوص نتیجه تفاهم هسته‌ای در لوزان تاکید کرد و می گفت آنچه که تا به اینجا انجام گرفته فهم مشترک روی موضوعات مختلف بوده است و نه توافق علی اکبر صالحی در گفتگویی با شبکه خبری العالم وابسته به جمهوری اسلامی در خصوص تفاوت برداشت از نتیجه مذاکرات لوزان اظهار داشت هر کسی میخواهد روایت خودش را از مذاکرات هسته داشته باشد ولی باید به این مسائل توجه داشت که اولا ما تا به امروز هیچ توافقی نکرده هر آنچه تا به امروز انجام گرفته فهم مشترک روی موضوعات مختلف بوده بین فهم مشترک و توافق فاصله قابل توجهی است از یک جهت فهم مشترک برای رسیدن به توافق کمک می کند ادامه آن سوی خبر با سوی دیگری از واکنش های ای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در تازه اظهار موضع خود می گفت مذاکره کنندگان خطوط قرمز را مد نظر دارند آقای لاریجانی گفت این مذاکرات سخت و پیچیده بود و عبور از آن وقت و دقت بسیار می طلبید. رئیس مجلس مسئله هسته ای را یک موضوع مهم در صحنه بین برای ایران دانست و با اشاره به سنگندازی برخی کشورها در سطح منطقی و جهانی برای جلوگیری از نهایی شدن توافق در مذاکرات ای اظهار می کرد. ایران در بحث های منطقی و بین مستقل است و با وجود عدم همراهی برخی دولت ها ملت ها به دلیل ماهیت انقلاب همواره از ما حمایت کردند بنابراین ما باید در همه مسائل روی پای خود بیستیم و نباید چشم امید به دیگران داشته باشیم رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با تاکید بر لغو قطنامه های تحریم اقتصادی علیه ایران همزمان با توافق اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص را نقد کرد و می گفت مذاکره کنندگان کشور متوجه نگرانی منتقدان مذاکرات هسته ای بوده و هستند و خطوط قرمز های تعیین شده را نیز مد نظر دارند از چرخه منتقدین هسته‌ای داخل ایران به فراز و فرود مذاکرات هسته‌ای در میان مردان آمریکایی می‌رویم. از جمله تازه‌ترین هشدار کاخ سفید به جمهوری خواهان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته از نمایندگان کنگره این کشور خواسته است تا نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در این مذاکرات مداخله نکنند. به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر امور خارجه آمریکا قرار است در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای با ایران امروز و فردا در نشستی با نمایندگان کنگره چارچوب تفاهم هسته‌ای در لوزان سوئیس را تشریح کند جان کری در گفتگویی با شبکه سی بی اس می گفت فکر می کنم آنها منظور نمایندگان کنگره لازم است که آتش بس داده و بگذارند در دو ماه و نیم آینده ما بدون مداخله مذاکره کنیم و کار را به اتمام برسانیم بر اساس گزارش ها قرار است مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی موسوم به پنج به علاوه یک برای نهایی کردن توافق جامع برگزار شود دو طرف تا سیوم ماه جوان مهلت دارند به این توافق دست یابند اکثر نمایندگان جمهوری خواه به همراه شماری از دموکرات های در کنگره آمریکا منتقد روی کرد و مذاکرات هسته با ایران هستند. ادامه ای آن سوی خبر با تازه ترین اظهار امیدواری باراک اوباما به تحقق توافق لوزان تنها چند روز پس از اظهار از موزه مبهم و تا حدودی تند خامنه ای. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرد که کشورهای طرف گفتگو می به نتیجه برسند به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنانی در حاشیه نشست سران کشورهای قاره آمریکا، سخنان رهبری جمهوری اسلامی و مقامهای ایرانی را در پی تفاهم لوزان و خواست آنها را در مورد رفع یکباره ها مرتبط با سیاست داخلی این کشور توصیف کرده است اوباما گفته است حتی انسانی که عنوان رهبری ارشد را همراه دارد باید به خواسته های هواداران خود توجه کند پیشتر رهبری جمهوری اسلامی در سخنانی که در واکنش به تفاهم لوزان صورت گرفته اعلام کرده بود او در حال حاضر نه موافق است و نه مخالف با خبرهایی از منطقه و ایران و تهدیدات نظامیان تحت امر رهبری علیه کشورهای منطقه آن سوی خبر را پی میگیریم در این میان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کرد که مداخله نظامی این کشور در یمن یعنی عربستان در یمن قطعا شکست خواهد خورد به گزارش خبرگزاری ایسنا احمد رضا پوردستان روز گذشته در یک مصاحبه مطبوعاتی می گفت هنوز گلوله ای به سمت ارتش عربستان شلیک نشده ولی ما آثار شکست را در ارتش عربستان میبینیم وای به حال روزی که به زعم وی چند ترقه در ریاض شلیک شود این در حالی است که روزنامه کیهان اشاره میکرد که تعداد بیشماری از رزمندگان سعودی کشته شدند. آقای پردستان همچنین اشاره میکرد که ما هم خود را برای فضای جنگ های نیابتی آماده می کنیم. این گفته سرتی پردستان که نوعی اعلام جنگ است از سوی ستاد اعتلاف علیه حوسی تأکید دیگری بر مداخله های مستقیم جمهوری اسلامی در کشور بحرانزده یمن تلقی شده است. ادامه برنامه آن سوی خبر با ماجراهای سردار پاسدار عرصه های فرامرزی نظام فقه ها که محبوبیت مجازیش گویا جنجال می آفریند. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در نامه به کارگردان فیلم سردار از ساخت فیلم درباره خودش انتقاد کرده و گفته است بخشی از آنچه در شبکه های مجازی درباره اقدامات او گفته می شود غیر واقعی و خلاف مساله سیاسی و امنیتی کشور است به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا قاسم سلیمانی مینوشت امروز در اخبار شبکه یک سیما شاهد خبری بودم که برای حقیر غیر قابل باور بود ضمن اینکه چند روز قبل نگرانی خودم را به اطلاع مسئول روابط عمومی سپاه رساندم و خواهش کردم ضمن تشکر از برادران عزیزی که در اثر علاقمندی به جمهوری اسلامی ایران و جهاد فی سبیل الله به دنبال چون این اقداماتی هستند مانع این حرکت شما. اما با پخش این خبر در شبکه سراسری کشور جای گله دارد به گزارش ایسنا این فیلم مستند به اقدامات و عملیات های سپاه قدس در عرصه بینال المللی می پردازد. قاسم سلیمانی در این نامه تصریح کرده بود نسبت به هر آنچه در شبکه مجازی در مورد حقیر می گذرد به شدت اعتراض دارم و بخشی از آن را قلوب و غیر واقعی و خلاف مساله سیاسی و امنیتی کشور می دانم و بارها به مسئولین مربوطه در کشور عرض کردم در ماهای اخیر اخباری در سایت های فراوان و بیشمار ایرانی درباره حضور قاسم سلیمانی در عراق همینطور کشور سوریه و یمن منتشر شده است که با عنوان حضور ایران در این مناطق نیز تلقی شده است باز با رویدادهای هسته‌ای البته این بار فشار مجلسیان بر مردان مذاکرات هسته‌ای دویست و دوازده نماینده مجلس شورای اسلامی ایران روز یک شنبه در نامه ای به وزارت خارجه این کشور خواستار انتشار فکت شیت یا همان برگه جزئیات تفاهم ایران با گروه پنج به علاوه یک در لوزان سوئیس شدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گفت که نمایندگان توماری برای انتشار هرچه سریعتر فکت شیت ایرانی امضا کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز در گزارشی اعلام کرد که جواد کریمی و قدوسی نماینده مشهد در مجلس که بیش از این رسانه های ایران از درگیری ل... که پیش از این رسانهای ایران از درگیری لفظی او و ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بر سر تفاهم لوزان خبر داده بودند، امضاهای این نامه را جمع‌آوری کرده است. و اما نشست مشترک وزارت خارجه با منتقدان یک مقام آگاه از برگزاری نشست مشترک مسئولان وزارت خارجه با برخی تحلیلگران منتقد بیانیه لوزان خبر داده است بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مقامات و اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران روز یکشنبه در جلسه با برخی تحلیلگران کشور به بررسی بیانیه پایانی مذاکرات لوزان پرداختند و به سوالات مختلف نیز پاسخ دادند. بنابراین گزارش قرار است نشست های وزارت خارجه با منتقدان و تحلیلگران نیز در روزهای آتی برگزار شود. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنان اخیر خود از دولت ایران خواسته بود که تا به سخنان منتقدان بیانیه لوزان توجه کند ادامه برنامه آن سوی خبر با خبرهای سنفی صدها معلم روز یک شنبه در مقابل اداره های آموزش و پرورش اهواز و اندیمشک در استان خوزستان تجمع کردند به گزارش خبرگزاری کار ایلنا معلمان تجمع کننده خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود شدند سایت حقوق معلم و کارگر نیز خبر داد که معلمان روز شنبه در برخی از استانها از جمله در یزد و بوشهر نیز تجمعهای اعتراضی مسالمت آمیزی برگزار کردند خبرگزاری ایلنا همچنین از تجمع نزدیک به 150 مربی پیش دبستانی در روز یک شنبه در مقابل ساختمان مجلس خبر داده بودند. و با رویدادی از حوزه ورزش سوی دیگری از آن سوی خبر را ورق میزنیم پی میگیریم و میخوانیم آزادی مدیرعامل پرسپولیس خبری که بر صدر رسانه ها نشست حمید رضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به قید وسیقه از زندان آزاد شده است آقای سیاسی در آذر ماه سال گذشته دو هفته پس از منصوب شدن به سمت مدیر عاملی پرس بازداشت شده بود در مورد بازداشت او دلایل زد و نقیزی از جمله مسئله مالی نیز اعلام گردید آقای سیاسی هنگام بازداشت گفته بود به خاطر مشکلاتی که در مدیریت های قبلی وجود داشت و پرونده هایی که در باشگاه پرسپولیس رخ داده بود بازداشت شدند. آقای سیاسی در مدتی که در زندان بود مدیرعامل باشگاه پرس پولیس بود که هنوز هم این سمت را البته دارد و طی حکمی برکنار نشد در مدتی که او در بازداشت به سر می برد محمد حسین نژاد فلا با عنوان سرپرست قائم مقام پرسپولیس را اداره می کرد باشگاه پرسپولیس در کنار باشگاه استقلال که زیر نظر دولت هستند در چند سال گذشته در کشا قوس واگذار شدن به بخش خصوصی بودند اما هنوز تصمیمی درباره واگذاری آنها گرفته نشده است و اما در این راستا ورق میزنیم برخی از روزنامه های کشور رو روزنامه شرق با یادداشتی به مقوله جدیدی در حوزه سیاست رسانه و ورزش اشاره میکرد که در یادداشتی با عنوان اندر عواقب استفاده از واژه تروریسم ورزشی به قلم قلام رضا رفیعی حقوقدان ورزشی منتشر شد شرق در بخش از این یادداشت که اشاره داشت به تنش پیش آمده بین دو تیم النصر عربستان و هواداران پرسپولیس معتقد بود که شخصی که این واژه را خطاب به هواداران و طرفداران باشگاه پرسپولیس به کار برده بود رئیس باشگاه است و از مقامات فوتبالی محسوب میشود. و طبق قوانین فیفا و ای اف سی و همینطور وظایف حرفه‌ای و فوتبالی می باید از ایشان شکایت شود گویا این روزها حوزه ورزش ایرانی سخت تحت شعای سیاست و خشم برانگیخته شده علیه برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی است که در حرکت بی‌نظیر حتی به روزنامه ها کشیده شده و به مقوله تروریسم ورزشی واژه خلق‌سایی که اشاره میکنند اما توضیح وزارت ارشاد در باب سفر خبرنگار اسرائیلی به گزارش ایرنا سفر مخفیانه خبرنگار اسرائیلی طی روزهای اخیر در حالی در برخی از سایت های داخلی و خارجی مطرح می شود که برخی آن را قفلت در کاران در وزارت ارشاد دانستند سخنگوی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی روز یکشنبه در گفتگوی با خبرنگار ایرنا با بیان آنکه این زن خبرنگار با پاسپورت آمریکایی و در قالب گروه گردشگر به ایران وارد شده بود می گفت وی به عنوان خبرنگار روادید ورود به ایران را نگرفته است حسین نوشابادی در ادامه اظهارات خود می گفت این زن طی مدت زمانی که نقل می شود چهارده روز بوده و در ایران حضور داشت و همراه یک گروه گردشگر وارد شده و به شهرهای مختلف سفر کرده و این امر طبیعی است که وقتی توریست ها در قالب تور مسافران خارجی وارد ایران می شوند طبق ضوابط مربوطه تحت نظارت و کنترل مراجع زیرابت قرار می گیرند و سفرشان به شهرهای مختلف با همون نظارت و هماهنگی با بخش های مختلف در امر سفر و گردشگری است ایشان با تاکید بر این مسئله که در این خصوص هیچ مسئولیتی متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست چرا که نه درخواست این فرد برای حضور در ایران به عنوان خبرنگار بوده و وزارت ارشاد بدین روی دخالتی در این خصوص نداشته است و نخواهد داشت اردی آزولایی خبرنگار روزنامه اسرائیلی یدعوت آهارانوت که اخیرا گزارش از اوضاع ایران را منتشر کرده بود تابعیت آمریکایی دارد و در شهر واشنگتن ایالات متحده ای آمریکا زندگی می کند ادامه بردمی آن سوی خبر خبری از عرصه فرهنگ این بار با توقیف نمایش عروسکی درباره سعدی شاعر گران سنگ ایرانی نمایش عروسکی اپرای سعدی زمانی طولانی و هزینه بالا را برای آماده سازی و ساخت عروسک و موسیقی, موسیقی پشت سر گذاشته است اما حالا که به سرانجام رسیده و کمتر از ده روز تا رونمایان باقی است از صدور مجوز اجرای آن جلوگیری شد به گزارش خبرنگار تئاتر ایسنا بهروز قریپور که در سالهای گذشته اپراهای عروسکی مختلفی از جمله لیلی و مجنون، حافظ، آشورا و رستم و سهراب را اجرا کرده است از مدت ها قبل در تدارک اجرای اپرای سعدی بود تا آن را به سی و سومین جشنواره تئاتر فجر برساند اما به دلیل مسائل مالی و اینکه معتقد بود دست کم 150 میلیون تومان برای کار نیاز است این اثر هنری به جشنواره نرسید پس از آن غریب پور اعلام کرد که تلاش کند با توافق که با بنیاد رودکی صورت گرفته و منابع مالی که تأمین خواهد شد این نمایش عروسکی را به جشنواره موسیقی فجر برساند که آن هم در نهایت اتفاق نیافتاد مظلومیت و قربت عجیبی بر عرصه هنر ایران در آخرین روزهای سال گذشته و در شرایطی که این کارگردان تئاتر از آماده شدن کارش خبر میداد گفت که اپرای عروسکی سعدی همزمان با بزرگ داشته این شاعر در روز اول اردی ماه در شهر شیراز رونمایی می شود. اما هاشیه های پیش آمد که ابتدا اجرای این نمایش را در حالی از ابهام فرو برد و بعد هم با تأکید مدیر کل دفتر موسیقی مبدی بر اینکه به این اپرای سعدی مجوز اجرا نمیدهد به نظر میرسد کل کار چندین ساله این هنرمند منتفی شده است ادامه برنامه آن سوی خبر با بروز اختلاف بین مسلای وابسته به نظامیان سپاه و شهرداری تهران مسلای تهران در اطلاعی به اظهارات شهردار تهران که در اینستاگرام وی در خصوص واگذاری این پروژه به شهرداری منتشر شده پاسخ داده و آن را خلاف ادب و اخلاق حرفه دانسته است بر اساس این اطلاعی مسلای تهران که وابسته به سپاه پاسداران است هر گونه توافق با شهرداری تهران برای تکمیل پروژه مسلا را تکذیب کرد مسلای تهران می گفت طی توافق صورت گرفته شهرداری تهران وظایفی را در رابطه با انجام زیرساختها و مسائل جانبی جهت تسریع در روند عملیات ساخت مسلا بر عهده داشت که تا کنون اقدام شایسته از سوی شهرداری صورت نپذیرفته و امید از شهردار با توجه به قبول تعهدات در اسرع وقت به وظایف پیشرو به طور جدی وارد شده و اقدام نماید صفحه رسمی اینستاگرام غالیباف اعلام کرده بود که در پی دستور و رهنمودهای رهبری شهرداری تهران پروژه مصلا را به اتمام خواهد رساند. شهردار تهران می گفت تهران یکی از پروژه های نیمه تمام شهر تهران است که قریب به سی سال است که زمین مانده است. بر این اساس با رهنمودها و دستورات رهبر ایران و بر اساس کاری که در برنامه سال 94 پیش شد در شهرداری تهران درگیری مسلای تهران نیز خواهیم شد که این اظهار نظر شهرداری گویا واکنش تند سپاه پاسداران مالک مسلا را برانگیخت است دو خبر خارجی پایان بخش برنامه یا آن سوی خبر خواهد بود نخست باستاب و واکنش های کاندیداتوری خانم هیلاری کلینتون هیلاری کلینتون رسما نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا شد. خانم کلینتون روز یکشنبه با انتشار ویدئویی اعلام کرد که آمریکایی ها هر روز به یک قهرمان نیاز دارند و گفت که میخواهد این بار او قهرمان مردم آمریکا باشد. All well set. Good afternoon. I want to thank the United Nations for hosting today's events. And putting the challenge of gender equality front and center on the international agenda. I'm especially pleased to have so many leaders here from the private sector standing shoulder to shoulder with advocates who've worked tirelessly for equality for decades. Twenty years ago, this was a lonelier struggle. Today, we mark the progress. قصد دارد نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور شود او در ویدئویی که روز یک شنبه منتشر کرد می گفت مردم آمریکا پیش از این در روزهای دشوار اقتصادی به سختی تلاش کردند و جنگیدند اما هنوز هم باد معافق برای کسانی می وزد که در طبقات بالاتر قرار دارند خانم کلینتون گفته است هر روز آمریکایی ها به یک قهرمان تازه نیاز دارند و من میخواهم قهرمان آنها باشم در ویدئویی که خانم کلینتون منتشر کرد تصاویری از شهروندان عادی آمریکایی هم دیده می شود که هر کدام می گویند قصد دارند کار تازه ای را شروع کنند و اما بالاخره خشم ترک ها از پاپ و واتیکان ترکیه در اعتراض به سخنان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان که کشتار ارامنه را به دست سربازان عثمانی نسل کشی خوانده بود سفیرش را از واتیکان فراخواند به گزارش خبرگزاری ها وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای گفته است که سفیر این کشور برای مشورت فراخوانده شده است ساعتی پیش از آن مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه این گفته پاپ را بیپایه و به دور از واقعیت تاریخی خواند و میافزود که مقام های مذهبی در جایگاهی قرار ندارند که با ادعاهای به وی بی اساس نفرت پراکنی کنند. پاپ فرانسیس روز یکشنبه در جریان مراسم نیایش به مناسبت یک سالگرده کشدار کشتار ارامن سخن می گفت که اظهارات وی با خشم مقامات ترکی مواجه شد. و با این رویداد وقتی برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های تازه تر از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود